پدرام روشن هستم، در ایران در دانشگاه بهایی مهندسی عمران خوندم، از سال 2001 اومدم آمریکا و فیزیک و ریاضی خوندم. سال 2011 دکترای فیزیکم از دانشگاه پرینستون گرفتم و بعد هم بعد از چند سال فوق دکترا در شرکت گوگل از سال 2014 مشغول به کار هستم. سال 2005 با خانومم آشنا شدم، ازدواج کردیم، خانم مژگان حکیمیان که اون موقع با هم دانشجوی دکترا بودیم. برای 6 سال مژگان دکتراشو توی شیمی گرفت سال 2011 و الان هم توی دوتا از دانشگاه اینجا درس میده. نورا سال 2013 به دنیا اومد، متین سال 2015. من یکی دو سال قبل از انقلاب 57 در ساری به دنیا اومدم و اولین خاطراتی که از کودکی دارم، یادم میاد که بابام نبود. همه بابا داشتن، من بابا نداشتم، ولی بابام بود ولی اغلب اوقات نبود. خب من نمیفهمیدم چیه، نمیدونستم یعنی چی، درک خیلی کاملی که از داستان نداشتم. بعدها بود که متوجه شدم که داستان از چه قرار هست، که به خاطر فعالیت‌هایی که داشته در جامعه باهایی و به خاطر باهایی بودن، خب هیئت حاکمه یا مسئولین الان دنبالش هستن. ذهن یک بچه 6-7 ساله که گنجایش اینها رو نداره و یک ایران ایدئولوژی زده ای هم بود اون موقع ها و خیلی همه چی شدید بود، فرهنگ مدارا، فرهنگ تعامل با هم بودن اصلا به هیچ وجه موجود نبود، سفید بود و سیاه، سفید باید سیاه از بین می برد، جنگ حق بود بر باطل، در همه جا این مواجهه بود و واقعا برای فردی مثل من در اون سن اصلا اینها از درک و توان بسیار خارج بود. این شاید اولین برخورد من با مسئله بود. بعد خب روزای خورده شاید بهتر شد و یک سالهای نوجوانی اونا میشه گفت که سالهای در واقع خوب و خوشی بود، خیلی شکایت نکنیم. همون ساری بودم تا سالهای آخر دبیرستان. اینها چالش های مربوط به مسائل اعتقادی وقتی خودشون نشون میده که تنها باشی، یعنی تنها باشی. واقعا سالهای سختی نداشتی، درسته که اقلیت 1% جامعه باهایی در ایران اقلیت بود، ولی یک جامعه بزرگ ساپورتیو باهایی، جامعه ای که ما درش خیلی هم خوشحال بودیم، با همدیگه بودیم، اینا هم بود، اینا رو منکر نشیم. یعنی شاد بودیم، خوشحال بودیم، جامعه ما منفعل و افسرده به هیچ وجه نبودیم. یعنی که متفاوت بودیم، این تفاوت خب حالا شاید یه خورده بیشتر تو سن نوجوانی متوجه شده بودیم، ولی خوشحال بودیم. ببین مثلا قضیه دانشگاه نرفتن، آره از دانشگاه نرفتن، ولی واقعا سال چهارم دبیرستانی که دولت میخواست یا حکومت میخواست بر سر ما بیاره که ما افسرده بشیم، به هیچ وجه من الوجود سالی که من دیپلم گرفتم 1374 اینجوری نبود. یک مؤسسه بود و ما به شدت به این مؤسسه عشق می‌ورزیدیم، باور داشتیم و روز شماری می‌کردیم که وارد این دانشگاه بشیم، وارد مؤسسه بشیم. یعنی دروغ بگم اگه بگم اون سالها برای من، حالا میدونی یکی ممکنه مثلا دنبال کار بوده باشه، یکی ممکنه که عزیزی رو از دست داده باشه، برای من میخوام روایت شخصی خود من اینه که اون سالها سالهای سختی نبود. من هنوز هم فکر میکنم که در ایران بودن، در ایران زندگی کردن کار خیلی سختیه که من از عهده‌اش بر نیومدم و این یه شکسته. من به هیچ وجه سعی در توجیه این ندارم که مثلا من اینجا، نه اون یه چالش خیلی سختی بود که من صورت مسئله رو پاک کردم، این اصلا من منکرش نیستم. یه جور زمانی گفتم آقا این خیلی سخته، خیلی با ارزشه، هنوزم میگم و گفتم از توان من خارجه. این من اصلا با خودم سعی نمی کنم که با یه چیزی رو عوض بکنم به این معنی که خودم رو توجیه کنم، نه، سعی میکنم اینجا که هستم این بقیت عمر رو یک حال فایده به بقیه برسونم. اون موقع اینجوری نبود که هر روز شما تصویری پدر مادرت رو ببینی، نامه میوشتی میرفت، 60 روز دیگه نامه دیگه میومد، یه ارتباط تلفنی اینا بود،
دنبال کارت تلفن ارزون بودی، همیشه فرهنگ یه داستان دیگه ای بود. توی بعدش هم شهر پیتسبرگ توی پنسیلوانیا هم مقصد مهاجرین به اون معنی نبود، یعنی یک تنهایی که حالا میتونی هر کاری رو زیر سوال ببری، هر رفتاری رو از نماز، مسواک، همه چی رو زیر سوال ببری، همه این کارهایی که من کردم، همه این ارزش‌ها، همه این باورها، همه این کتاب‌ها، همه این اهدافی که به من گفتن، همه رو میتونی حالا زیر سوال ببری. نه هیچکی هست، نه هیچ، میدونی چی میخوام بگم؟ شاید حالا مشکل منه یا درست نیست، ولی اون ایران رو هم عرض کردم، کنکت بودم، یعنی با در ارتباط بودی با دیگران. خیلی اینه دیگه، الان ما گروه کمی هم نیستیم، ما دانشگاه نمیریم، من دانشگاه نمیرم نبود، ماها دانشگاه نمیریم، ماها خیلی هم زیاد بودیم، تا کم نبودیم، ماها با همین ماها دانشگاه نمیریم، یه مایی بود، اون ماه رفت کنار، یک فردی بود که باید حالا مثلا کار میکرد، باید لابراتوار رو یه چیزی پیدا میکرد، فیزیک میکرد. بعد مثلا خب خانواده ایرانی هم مثلا یه تک و توکی هم که بودن، یه لطفی هم داشتن که مثلا ببین تو چرا میخوای فیزیک بخونی، مثلا بیا اینجا میری داروسازی فلان، ببین اینجا مثلا یه پیتزایی میزنیم با هم، تمام یعنی هر لحظهش، هر چیزش، کل همین سیستم باوری من رفته بود زیر سوال میرفت، خود من زیر سوال میبردم، یه چیزی بوده. همیشه فکر میکنم مثل یک طوفانی که داره میاد و یه درختی اگه ریشه نداشته باشه این از کنده میشه، و اگه یه درختی ریشهش ایمان واقعی باشه، ایمان عمیق باشه، حالا واقعی یک عمقی داشته باشه، میتونه تو اون طوفان، از اون طوفان سر در بیاره. مدت ها انتخاب دین جغرافیایی بودش، ارثی بودش، و واقعا به همین شیوه سالها و سال به این طریق بود. و چیزی که منو خوشحال میکنه اینه که مثلا حالا شاید مجاری مختلفی، جاهای مختلفی برای گفتگو ایجاد شده، جاهایی که چیز شده، مثلا میشه جاهای مختلفی که رفت و گفتگو کرد، با عقاید دیگران آشنا شد، مرزها به همه معنی ها به معنی داره کم رنگ تر میشه، مرز این اعتقاد اون رو کافر خوندن، این همه دارن اینها رو مورد بازبینی قرار میدن. ما بالاخره قربانی این تعصباتی که حالا به صورت قانون هم در اومده یا حالا مثل قانون هم داره اجرا میشه، حداقل قربانی اینها بودیم و هستیم. ولی خب میگم کاری که من میتونستم بکنم این که باشم و آگاهی بدم، یا این که سعی کنم با منش خودم با قضیه مواجه بشم، این که خود من با تعصب به امور نگاه کرده باشم، اون واقعا خب سخته، نمیدونم. ولی خب میتونم بگم که مثلا ازدواج خیلی به این مسئله کمک میکنه، که مثلا یک فردی که خیرخواه تو هست قشنگ به تو میگه که خب الان تو این دیدی که نسبت به این مسئله داری از کجا آمده. من و مژگان نه به اون معنی دیت کردیم، هی کشمکش، یک حالی چیزم اسم فارسیش چی میشه، که مثلا قبلش هی بریم همدیگر رو بشناسیم، میدونی، از به مجرد اینکه من متوجه شدم اون میخواد با ارزش‌های باهایی زندگی کنه و اون اطمینان داشت که منم میخوام با ارزش‌های باهایی زندگی کنم، خیلی قضیه سهل و ساده برگزار شد، جلو رفت. و بعد تو این 12 سال هم همیشه مراجعه به اینکه آثار چی میگه واقعا راهگشا بودش، ها، یعنی جر و بحث اصلا خیلی برای ما معنی نداره. و واقعا سپاسگزارم که وقتی میگه که مثلا این تو اگه باهایی هستی اینه راهکار، اینه طریقی که باید عمل بکنی، اینه. خب من خیلی از راهگشا بوده، خیلی بحث‌های بیموردی که فقط طرف میخواد خودش رو اثبات بکنه، اینها این که در یه ازدواج باهایی رابطه دو نفر نیست و یه ضلع سومی هم داره که اون ارتباطشون با مظهر امر دیانت باهایی هست، این واقعا برای ما راهگشا بوده. من یه پسر دارم، یه دختر، دخترم 4.5 سالشه، پسرم 2.5 سالشه، و طبعا بزرگ کردن اونها توی محیطی که ارزش‌هاش با ارزش‌هایی که من دارم
کاملا موافق نیست کار راحتی نیست. ولی مثلا من فکر می‌کنم مواردی که چیزایی که مهمه این هست که با یک درکی از هم نوع و شرایط کل افراد دیگه بچه های دیگه به دنیا بیان، یعنی حال افرادی که ممکنه که در شرایط امکانات کمتری داشته باشن رو خوب درک بکنن، این حس نوع دوستی ازشون درشون، حالا اگر من دارم و من مشکلی ندارم این دلیل بر این نمیشه که بی توجه و بی دغدغه نسبت به بقیه باشم. این حس رو زنده نگه داشتن در بعضی از جاهایی که ما زندگی میکنیم خب من حس میکنم خیلی سخته و من فکر کنم که این رو اگر بتونم اچیو بکنیم، اینو بتونیم به دست بیاریم، من و مژگان، خیلی دستاورد مهمی هست که یکی این هست و یکی دیگه همین که خدمت و به فکر بقیه بودن رو در مرحله اول قرار، نه اینکه در فکر این باشن که لذایذی که دارن، تفریحاتی که دارن از همه چیز بیشتر باشه و بهتر باشه و در اون فاز با بقیه رقابت بکنن. من فکر کنم این دوتا اصل اگر خوب درک بشه اون وقت بچه‌های خواهند بود که من خیلی به وجودشون میتونم افتخار بکنم. این کاملا از باورهای من میاد. وارد محیط علمی که میشی، خب در محیط علمی، در کار علمی اصلا تعصب نیست. شما مثلا شما اشتباه کردی، طرف هم میگه ای راست میگی من اشتباه کردم، میدونی این حقیقت علمی، اون حقیقت اون اکسپریمنتی که انجام دادی، اون قضیه، این واقعا در مرکزه. و من حس غریبی بود برا من که مثلا میتونی به یکی بگی که مثلا میدونی این خیلی برا من جالبه، یک رابطه خیلی خاصی بین با حقیقت برقرار میکنی. خیلی از آرمانهایی که جامعه باهایی صحبتشو میکنن شما میتونید توی جامعه علمی ببینید. مثلا لسان و خط مشترک داریم، من نمیدونم مثلا مرزها بین ما هیچ معنی نداره، تعصب به اون معنی وجود نداره، یه سری تئوری هستن، یه موقعی میگفتیم نیوتن درست میگه، بعد میگیم انیشتن همونو میگه، کاملتر میگه، اونم ممکنه غلط از آب در بیاد. خیلی جالبه این مسائل رو من حس کردم. اگه بخوایم دنیای بهتری داشته باشیم، خب من فکر کنم باید مرز همین باور و تعصب و این جور چیزها رو باید یه خورده تکلیف خودمون باش روشن‌تر بکنیم و اگر حقیقتی میخواد خودش رو به ما نشون بده واقعا پذیراش باشیم. این که از عوض شدن، تغییر کردن، زیر سوال بردن باورهامون، اعتقاداتمون، اینها نترسیم تا این تعصبات کنار بره. حقیقت خودشو نشون بده، حقیقت اون چیزی که باید باشه. مثلا عرض کردم در یا مثلا در دنیای علم شما نگاه میکنید که حقیقتی که داره جلو میره، پس اون اهل علم خودشون رو تطبیق میدن و ما بخوایم حقیقت روابط چطور باید باشه خودشو نشون بده، باید تعصبات خودمون رو کنار، آماده باشیم و همه ما بخوایم که چالش‌هایی رو بپذیریم. اگر ما حاضر باشیم ارزش‌های خودمون زیر سوال ببریم، نقد کنیم خودمون رو، باورامون رو، فرهنگی که کم کم حتی من میاد تو جامعه ایرانی هم بیشتر و بهتر داره به وجود میاد، من فکر میکنم اینا میتونه کمک بکنه که دنیا بهتر بشه.